در این زمینه تا چند مداخله داشته تا چند از مسائل رو به طرفی می یهودیانی که حال لابی های یهود از ایپاک گرفته در اون موقع جیستیت نبوده خود شاه نیست شاه فقیده این مسئله رو مطرح میکنه میگه که برحال آنانی که در آمریکا هستن یهودیان میدیا رو در دست دارن و کتابی که در 1977 یک از دوستانم من در حال دبیرستان اتفاق بودند آیزنهاور می گفتن که کتاب رو ما به دنبال, به دنبال آوردن کتاب فرد هالیدی بودیم به ایران و چمدون رو گشته بودن و کتابی که مربوط به ایران بود که در خارج از کشور در اومده بود هر نقد و انتقاد و نکته سنجی درباره رژیم آن موقع شاهنشاهی داشتن رو می آمدن و مصادره می کرده. یعنی که مدیا برانگیخته بوده از آنچه که و رسانه های گروهی من جمله مسائل بی بی سی رو شما مطرح کردین و اینی که مواردی رو همینطور ماد در اون موقع اینترنت نبود به حال به دنبال کانال های خبررسانی از بی بی سی و صدای آمریکا بود اگه بیاتون باشه رادیوهای موج موج بود که موج عوض میکردیم که بتونیم صدای آمریکا صدای مسکو و غیره اینها رو بشنویم و یک و یک رو در کنار یک دیگر قرار بدیم و و از نظر آنچه که میگذشت بر حال افرادی هستن که حالا فردوس باشه قره باقی باشه بیطرفی ارتش اینجا آمده مطرح شده ولی از نقطه نظر اسرائیل و از نقطه نظر اینی که کمر یعنی اون کمربند سبز برژینسکی به دنبالش بودن که بتونن ایجاد بکنن از این طریق در قبال شوروی میبینیم که بر حال خودشون دست نشانده های شوروی مخصوصا بعد از آنچه که کودت های نوژه که خودشون به گونه عمل کرده بودن بتونن خامنه روی کار و خودشون بودن که بر حال به گفته ای بر حال یعنی اسناد و مدارکی که در یعنی شواهدی که بوده با اسامی افرادی که افسران ارشد از نیروی هوایی گرفته تا غیره که در یعنی درخواست بیعت که داشتن که بتونن اونها رو تیربارون بکنن بر روی پشت بام مدرسه رفاه یعنی من منظور بر اینی که برنامه ریزی شده بوده از نقطه اینی که بر حال اون متفقینی که هر روس انگلیس باشن که من به دنبال اصلا دشمن پردازی نیستم بر من کار کار انگلیسی یا غیره نه یا امروز هم میگم کار کار موساده ولی مونه باید در نظر بگیریم دو بار بر حال موتن و میهن ما بیش از دو بار در از صد سال اخیر آمده و اشغال شده و از طریق متفقین بوده از طریق روس هم و انگلیس بوده همون افرادی بودن که حتی در دوران بر حال رضا شاه یعنی به دنبال آن بودن که ایران رو تجزیه بکنن بگذاریم من بر حال از مسائلی که مربوط به دوران قجری میشه و اینی که باید باید در نظر بگیریم که آنچه که هایزر به دنبالش بوده آیا یک روندی و سیاستی از نظر حقوق بشر کارتر رو دنبال میکرده خیر برای که اگه به دنبال حال حقوق بشر بوده به این گونه نمی اومده ایران رو دو دستی تقدیم آخوندیز و مولاتریز بکنه آیا به دنبال آن بوده که تعادلی ایجاد بکنه از ذر و کمربند سبز برژنسی در بقال شوروی نه دوباره اومده دو دستی تقدیم حالا از طریق کشتار حالا نمیگم دست جمعی ولی به حالا کشتار افسران ارشد شاهنشاهی که بتونن ارتش رو تضیف بکنن در این زمین که بتونه یعنی ای باشه روی کار آمدن جمهوری اسلامی در تضییب اون اقتدار ارتش شاهنشاهی که از نظر هژمونی منطقه ای به گفته میگفتن ارتش پنجم حساب می شده ولی قسمت دوم را نگاه بکنی از نظر روابط بین الملل